و اما روزهای پایانی هفته گذشته کشور مصر شاهد تحولاتی خطیر بود. نیروهای امنیتی مصر محل تحصن هواداران اخوان المسلمین در دو میدان در پایتخت را پاکسازی کردند. در مقابل اخوان المسلمین دست به اعمال خشونت‌آمیز زدند. به کلانتری‌ها، کلیساها، ادارات دولتی و حتی مغازه‌ها حمله کردند. برای آشنایی بیشتر با این تحولات گفتگویی کردم با آقای جمشید چالنگی که از نظرتان می‌گذرد. آقای چالنگی خیلی خوش اومدیم به برنامه خبر. ما همیشه چهره نازنین شما رو در تفسیر خبر داریم، ولی بسیار محبت کردیم که به برنامه خبر تشریف آوردید. خواهش می‌کنم. خوشحالم با شما هستم مهران عزیز که چهره نازنین شما من هست و خوشحالم. متشکرم. نقش آمریکا رو این وسط چطور می‌بینین؟ آمریکایی که مصر یکی از متحدین بزرگش در خاورمیانه است. آمریکا، مصر، آمریکایی که از بزرگترین سفارتخونه ها رو در مصر داره. آمریکا چه دخالتی الان در مصر داره؟ آیا واقعا چرا پشت اخوان المسلمین هست و چرا داره آبروی خودش رو به خطر میندازه برای حمایت از اخوان المسلمین؟ ببینید چه سیاستی آمریکا دنبال میکنه در پشت پردشی هست به طور دقیق نمیشه گفت. نشونه های جست گریختش بیرون اومده. بله، از اخوان المسلمین حمایت کرده. اینها رو هم در مطبوعات خود آمریکا اومده و هم در مطبوعات مصر اومده. بر اساس اطلاعاتی که اهرام منتشر کرده، ملاقات هایی که خانم پاترسون، هم پاترسون سفیر آمریکا داشته با رهبران اخوان المسلمین قبل از حتی ریاست جمهوری مرسی و بعد از اون، بعد از کنارگیریش بعضی از مقامات مصری، سیاست اسلامیزه کردن توسط احزاب به اصطلاح مثل اخوان المسلمین با امید به اینکه زمانی بشه ترکیه، مثل احزاب ترکیه، این چیزی است که به آمریکا نسبت میدن. اما حمایت از یه سازمان دینی اساسا این مغایر با حمایت از یه جریان دموکراتیک هست. اینم نقطه ضعفی است که در سیاست خارجی آمریکا مورد انتقاد قرار گرفته. بنابراین اون چی که آمریکا انجام داد در حمایت از اخوان المسلمین به زیان حضور آمریکا در عرصه سیاسی خاورمیانه به خصوص در مصر تلقی شد و میون کشورهای عرب میانه رو، حتی دوستان آمریکا مثل عربستان، دولت‌های مثل عربستان و بقیه. آقای اوباما قبل از اینکه صحبت اوباما رو بکنم باید اشاره بکنم، آقای عبدالفتاح السیسی، ایشون مصاحبه‌ای که حدود 10-12 روز پیش با واشنگتن پست داشت دقیقاً به سوال شما جواب روشن‌تری داده که سیاست اشتباه و غلط آمریکا، خطابش به آمریکایی‌ها بود، باعث شده مصر به حال فلج در بیاد. قبل از، یعنی بعد از مرسی این مصاحبه انجام داد. آقای اوباما در سخنرانی کوتاهی که داشت روز پنجشنبه عملا عقب نشینی کرد. عملا برای اولین بار بود که اشاره میکرد که ما متهمیم که از اخوان حمایت میکنیم، ما معتقدیم که سرنوشت مصر باید به دست خود مردم مصر تعیین بشه. سیاست آمریکا در مورد مصر به خصوص یک سیاست سردرگم بود که به سود اخوان و نهایتا به سود افراطیون تموم شد. چنانچه آمریکا از حمایت نمیکرد از اخوان المسلمین، به احتمال بسیار زیاد اخوان المسلمین چنان قوت قلبی نمی گرفت که به چنین اقداماتی دست بزنه. و اینم نقطه دیگه ایست که مورد انتقاد هست. در مصر طی این دو سال دو تا انقلاب شد، آمدن آقای محمد مرسی، برکناریش و الان آشوب و الوایی که الان در مصر برپاست. آقای چالنگی، این جنبش از کجا سرچشمه میگیره؟ چرا مردم مصر با این حال که هم فقیرتر از مردم کشور ما، هم بسته تر از مردم کشور، چرا اینجوری جنب و جوش دارن ولی مردم کشور ما این جنب و جوش رو ندارن؟ این جنب و جوش از کجاست؟ نشأت گرفته از چیه؟ دو تا موضوع هست. یه موضوع هستش ساختار قدرت سیاسی در مصر با ساختار قدرت سیاسی در ایران فرق میکنه. در مصر یک ارتشی حضور داره که یک ارتش ملی بود، میتونست نقش تعیین کننده داشته باشه در عرصه سیاسی، کمان که از سال 1952 ارتش قدرت سیاسی رو عملا در دست داشت. گو که لباسشو در میبود، رئیس جمهور نظامی نبود، اما ارتش حامی حکومت بود، مبارک، پیش از اون روانشاد انور سادات. این یک نکته بسیار مهمی است. دو، نیروهای سیاسی از آزادی‌های به مراتب غیر قابل قیاس در جمهوری اسلامی برخوردار بودند. فراموش نکنیم در دوران مبارک
حزب سلطنت طلبی مثل وفد آزاد بود، احزاب سوسیالیست آزاد بودن، ملیگراها آزاد بودن، نسبتاً تمام نیرو داشتن، روزنامه داشتن، همه اینا. رهبریت مذهبی به شکلی که در ایران هست وجود نداشت. این یک، اینا نکاتی است که فرقهایی با ایران داره. در ایران نیروی نظامی در واقع پاسداران هست قدرتمند، ارتش در سایه است، عوض شده ساختارش، و پاسداران نه تنها حامی حکومت هستن بلکه عملا بخش بزرگی از اقتصاد مملکت در دستشون هست، و اون طور که بسیاری از تحلیلگران معتقد هستن و نزدیک به واقعیت هست، عملا قدرت سیاسی زیر سایه و عصای دست پاسداران هست. این فرقهایی هست که بین ایران و مصر هست. یک فرق اساسی دیگه، چه در زمان مبارک و چه در الان، باید با منتظر بود این اوضاعی که پیش اومده، خب خیلی وضعیت مختلفی است. در زمان مبارک سرکوب به شدتی که در ایران وجود داره وجود نداشت. میدونی ارتش هم بیطرف ایستاد. شما 4 سال پیش انتخابات ریاست جمهوری دوم دور احمدی نژاد، مردم ایران که سلاحی اسلحه‌ای در نیاورده بود، کاملا نیست، به زندان بردن، شکنجه کردن، تجاوز کردن، در خیابون کشتن از ندا آقا سلطان عزیز و بقیه. در مصر چون این اتفاقاتی نیفتاد، یعنی چنان که در ایران شما فرض کنید تحسنی مثل میدان همین رابع العدویه انجام بشه، الان آقای روحانی بقیه سینه به تنور میچسبونن برای مردم مصر مثلا، ولی میتونید تصور کنید چه خواهند کرد حکومت ایران. بله آقای چانگی، یک سوال دیگه، یه مقدار بازم ربط شدیم به کشور خودمون. سال 57 انقلاب ایران شد، سال 59 جنگ ایران و عراق شروع شد. آیا فکر میکنین اگر جنگ ایران و عراق اتفاق نمیافتاد، همون اتفاقی که الان در مصر افتاده، مردم مصر اومدن حسنی مبارک رو کنار گذاشتن، محمد مرسی رو آوردن، محمد مرسی که دقیقا این ولایت فقیه مملکت رو داشت اداره میکرد، و مردم وقتی متوجه شدن که ولایت فقیه به دردشون نمیخوره، دوباره یه جنبش دیگه و میخوان الان اخوان المسلمین رو کنار بزنن. اگر واقعا در سال 59 جنگ ایران و عراق اتفاق نمیافتاد، آیا مردم ایران هم قادر بودن که این اتفاق بیفته، یعنی انقلاب رو برگردونن، یعنی به اشتباه خودشون پی ببرن، یا اینکه نه؟ ببینید یه بحثیش که فرض میشه کرد، اما نشونه هایی تایید میکنه مهران عزیز که جنگ که شروع شد این فرصت رو به حکومت داد. پیش از جنگ نشونه هایی بود، زنان به خیابون اومده بودن، حقوق خودشون رو، خواستار حقوقشون، متوجه شدن که آقای خمینی حرفایی که زده در پاریس نفلوشت و چیزایی بوده که الان به قدرت که رسیده ضد اونو داره عمل میکنه. سازمان های چپ متوجه شدن آقای خمینی در نفلوشت و عشق ریخت که کمونیستان فرزندان من هستن، من باشون مخالفم، اونا هم حق رأی دارن، و اینها برای اونا عشق ریخت. اما آمد و گرفتاری ها برای سازمان های کمونیستی چپ آغاز شد و بقیه همینطور، و جنگ این امکان رو فراهم کرد. گویی که وقتی زنان به خیابون اومدن، سازمان های سیاسی همه اکثرشون هم فحاشی و بددهنی کردن، ولی این امکان بله به طور بالقوه وجود داشت که گسترش پیدا کنه، تظاهرات، مخالفت ها. چون آنچه که خمینی گفته بود در نفلوشت این بود که ما میایم قدرت رو از شاه میگیریم، به مردم میدیم، روحانیت در هیچ کاری دخالت نمی کنه. این حرفی بود که مردم رو جذب کرد، درست؟ بله. ولی آمد و از همون فردای بر اریکه قدرت نشستن، روحانیت همه کاره مملکت شد یا مقدماتش شد. اینو مردم فهمیدن. خلف وعده یک روحانی که بود که تکیه به میراث شیعه داشت، میراث شیعه که همیشه حکومت رو حق خودش میدونست، روحانیت یا هر چیزی، یا اعتباری که داشت، مرجع تقلید، دروغ نمیگه، میشه به قولش اعتماد کرد. این امکان بله بالقوه وجود داشت. ولی یک نکته ای هم همینجا میرن جا برگردن به سال قبلی، در همینجا هستش. ببینید قبل از انقلاب هم همین شد، یعنی قبل از اومدن خمینی یا جریان انقلاب ایران هم، ارتش وقتی بی‌طرف شد، ارتش عملا کنار کشید از عرصه سیاسی کشور، نظام سقوط کرد. پس میشه نتیجه گرفت که کمکاری از ارتش بود، ارتشی که در مصر الان اتفاق نمیفته. ارتش دقیقا اومد دخالت کرد و حکومت اخوان المسلمین مقابله کرد با حکومت اخوان المسلمین.
یعنی نشأت گرفته از کمکاری ارتش در کشور ما بود. کمکاری من نمیدونم چقدر موضوع رو خواهد رسون. بله، یعنی اگه بخوایم بگیم یعنی نقش فعالی که ارتش به خودش گرفت، چون ارتش ایران ساختارش با ارتش مصر به نوعی فرق میکرد. قدرت تصمیم گیری در سران ارتش مصر وجود داشت، در ارتش ایران به این شکل نبود. در ارتش ایران آمدن شخصی مثل هایزر خب به هر حال اثرگذار بود. دو هفته در مملکت میگشت، مذاکره میکرد با رهبران انقلاب، پنهانی، بهشتی، بازرگان و بقیه. به دیدار پادشاه مملکت نرفته بود. میدونی؟ به هر حال فرق بسیاری بود. مصر یک ارتشی بود که از یک جنگ پیروزمندانه بیرون اومده بود، پیوندش با مردم بود، رئیس جمهورم بله روابطی داشتن، منطور رهبری ارتش مصر بر اساس مصالح ملی تصمیم به موقعی گرفت، مجری خواست اکثریت مردم شد در مصر. حتی آمریکا گفت ما کمک‌های نظامی رو قطع می‌کنیم، به روشنی گفتن که نیازی به اون کمک‌ها حتی نداریم، اگه قرار کرامت مصری ما مورد اهانت قرار بگیره. فرقای اساسی داشت که باید یه زمان وسیع‌تری باشه. به عنوان سال آخر آقای چارنگی، وضعیت مصر رو چطور ارزیابی می‌کنین؟ آیا با وضعیتی که الان در مصر هست فکر میکنین که در ماه فوریه بتونن یه انتخابات آزاد رو داشته باشن؟ یعنی آیا این قائل خاتمه پیدا خواهد کرد؟ چطور، چه اتفاقی خواهد افتاد؟ نشونه ها حکایت از این داره که ارتش در حال فراهم کردن زمینه کاملا آرام است. بیانیه وزارت کشور مصر که روز پنجشنبه منتشر شد، خب حرف ارتش رو بود. ببینین این حملات دو طرف داره، یکی اخوان المسلمین هست، حتی گروه های اسلامی هستن که کنار اخوان المسلمین نیستن، حتی مثل حزب النور، حزب سلفی های مصر، آقای نادر بکار و بقیه کسانی که هستن، یا حزب جماعت اسلامی آقای طارق زمر، پسر عموی طراح قتل انور سادات ابو زمر، اینا نیستن کنار اخوان و بسیاری از سازمان های اسلامی دیگه، حتی از افراطی گرفته تا میانه رو. این یه بره جبهه اخوان المسلمین هست، حامیانش در خارج هست که شبکه گسترده اخوان المسلمین، البته در بعضی جاها باز اونا هم اشکال دارن، و برخی از دولت های منطقه. این بره قضیه ارتش مصر هست، اکثریت ملت مصر بالای حدود 32 میلیون نفر، که این اکثریت روشنفکر مصر هست، دانشگاهیان هست، هنرمندان هم جزو همین اکثریت هستن. در این چند روز میرونجا نگه مقالات رو ببینین که چقدر نوشتن زنده باد مصر. یعنی برای مصری ها مصر فوق هر چیز دیگه است. و این سو که رهبریش و ارتش و دولت کنونی بر عهده داره، دولت موقت، در صدد آرام کردن اوضاع هست به سرعت. قابل پیش بینی هست که به سوی آرامش بره و در هفته های آینده بهتر، روشنتر میشه به این سوال بسیار خوب مهران عزیز پاسخ. بسیار سپاس متشکرم. خیلی ممنون که با ما بودین در برنامه. سپاس. ممنونم. کارنامه سیاه نقض حقوق بشر و تخریب پایه‌های جامعه مدنی و ایجاد فضایی از ارعاب و تهدید و ناامنی هم در سطح داخلی و هم در سطح بین‌المللی در جمهوری اسلامی تنها به دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد محدود نمی‌شود، اما در دوران ریاست جمهوری او نقض حقوق بشر به صورت کم سابقه ای افزایش یافته است. دستگیری و بازداشت فعالان سیاسی، روزنامه‌نگاران، وکلا، دانشجویان و منتقدان خصوصا پس از انتخابات پرمناقشه 88، افزایش شمار اعدام ها از جمله موارد نقض حقوق بشر در دوران ریاست جمهوری است.
در ارتباط با کارنامه حقوق بشر محمود احمدی نژاد نظر خانم الهه هیکس فعال حقوق بشر را جویا شدیم که دعوت میکنم به آن توجه فرمایید. اگر که بخواید واقعا بررسی بکنید وضعیت نقض حقوق بشر را در دوران دو دوره آقای احمدی نژاد، من این رو اضافه بکنم که متاسفانه در تمام طول 34 سال گذشته حقوق شهروندان ایران در تمام ابعاد خودش به طور سیستماتیک نقض می شده، و چه در زمینه قوانین، وضع قوانین، و چه در رابطه با عملکرد قوه مجریه. ولی اونچه که دوران آقای احمدی نژاد را جدا میکنه از دوران بقیه، به عنوان مثال آقای دوران آقای خاتمی هستش که آقای احمدی نژاد بلافاصله بعد از اینکه در اولین سالی که روی کار آمدن در مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک شرکت کردند، اولین برخوردشون با مسئله حقوق بشر این بود که این مسئله نخنما شده. ابعاد مختلفیش رو میتونین نگاه بکنید، ولی دولت آقای احمدی نژاد نه تنها به محترم شمردن تعهداتش در روابط بین الملل، قوانین بین الملل رو اصلا کنار گذاشت، وضعیتی که در داخل کشور به وجود اومد به خصوص دوران 4 سال اول حکومت آقای احمدی نژاد وضعیتی بود که بیشتر اگر که بینندگان و شنوندگان شما به خاطر داشته باشند، دوران هرج و مرج سالهای اول انقلاب بود، یعنی دوران بیقانونی، و اینکه هم دولت، هم نهادهای امنیتی، هم نهاد سپاه و بسیج و هم قوه قضایی، هر کدام به نحوی قوانین حقوق بشر و حقوق روزمره افراد رو نقض میکردن و در واقع مرجعی نبود که شما بتونید برید شکایت بکنید. مهمترین دستاورد متاسفانه که دوران اول 4 ساله آقای احمدی نژاد رو داشتین در رابطه با مسئله حقوق بشر، تعطیل کردن نهادهای غیر دولتی، نهادهای بسیار ضعیف و شکننده، ضعیف از این نظر میگم شکننده که اینها نهادینه نیستن در به هر حال به طور کلی در کشور، یکی یکی اینها بسته شدن، پلم شدن، و این مسئله که به هر حال سالها طول کشیده بود در زمان آقای رفسنجانی و بعد در زمان آقای خاتمی که این نهادها تازه شروع کرده بودند که عضوگیری بکنن، جلسه بذارن، چه برسه به گزارش های سالانه، همه اینها به نحو واقعا نگران کننده‌ای سرکوب شد، در پلم شد. انجمن صنفی روزنامه نگاران، انجمنها و نهادهای صنفی کارگران، رانندگان اتوبوس شرکت واحد، شما انجمن صنفی معلمان، هر نهادی رو که شما دست روش بذارید متاسفانه بسته شد. و از اون طرف هم میبینید که خب در واقع قوه قانونگذاری قوانینی رو پیشنهاد نکرد، یا در واقع در رابطه با بهبود وضعیت حقوق بشر، نهاد قوه مجریه که آقای احمدی نژاد به هر حال رئیس اون بودن، هیچ اقدامی در جهت بهبود وضعیت زندان ها نه تنها بهتر نشد، بدتر شد. و اینکه من دوباره باید این رو تکرار بکنم که وضعیت نقض حقوق بشر، من در دورانی که به هر حال این 20 چند ساله‌ای که به طور سیستماتیک بررسی می‌کردم، به اسفباری وضعیت دوران 4 ساله آقای احمدی نژاد نرسید. این نه اینکه قبلا وضعیت حقوق بشر محترم شده بود در ایران و در به هر حال حکومت جمهوری اسلامی، ولی این 4 سال اول به نحو عجیبی و با سرعت و شتاب عجیبی، به خصوص از طرف قوه مجریه، واقعا قلقم شد نهادهای مدنی. یکی از عملکردهایی که واقعا مخاطره آمیز بود وضعیت در دوران آقای احمدی نژاد که به هر حال مسئولیت زیر نظر وزارت کشور هست، قلقم کردن نهادهای غیر دولتی بود، حتی تشکلهای صنفی مثل تشکل صنفی انجمن معلمان، مثل تشکل های صنفی راجع به وضعیت کارگران،
به هر حال رانندگان شرکت واحد و تمام و هر شما تشکل صنفی رو که اگر نگاه بکنید میبینید که اون هم در راستای نهادهای مثل کانون مدافعان حقوق بشر، متاسفانه انجمن صنفی روزنامه نگاران و انجمن حمایت از وضعیت زندانیان، همه اینها یکی پس از دیگری دفاترشون پلم شد و اعضای این نهادها به محکومیت به زندان رفتن و میشه گفت واقعا نقطه سیاهی که در طول دوران ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد هست همین به هر حال سرکوب نهادهای مدنی بوده. و اگر که برگردیم به دوران دوم ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد، متاسفانه چیزی که جامعه بین الملل هم و دنیا هم اون رو نظاره کرد، وضعیت شرکت کنندگان در اعتراض به نحوه برگزاری انتخابات بود. من این رو باید اضافه کنم که در طول به هر حال حکومت جمهوری اسلامی انتخابات هیچ موقع سالم و عادلانه نبوده، ولی به هر حال در همین ابعادی هم که برگزار شد و همین که مردم رفتن در خیابون‌ها و دیدیم که بیش از ده ها نفر کشته شدن و صدها نفر به زندان رفتن، حتی کاندیداهای اصلی هم مجبور شدن بعداً به زندان برن و دولت و آقای احمدی نژاد، اگر که بگیم قلع و قمع و سرکوب توسط نهادهای نظامی و سپاه پاسداران که زیر نظارت ریاست جمهوری نیست انجام گرفته شد، ولی نهادهای دیگه مثل نهاد قوه مقننه مجلس شورای اسلامی و به خصوص نهاد قوه مجریه که مسئولیت اصلی آقای احمدی نژاد رعایت بر عملکرد قانون اساسی هست و حق تجمعاتی که از اساسی ترین اصولی هستش که مردم ایران حق دارن طبق قوانین قانون اساسی و حتی طبق تعهدات بین المللی، دیدیم که آقای احمدی نژاد از این وظیفه خودش هم سر باز زد، دولت آقای احمدی نژاد، و متاسفانه در دوره دوم وضعیت زندان‌ها و زندانیان سیاسی و اینکه عملا دولت آقای احمدی نژاد چشمانش رو در مقابل تمامی واقعا موارد اسفناک نقض حقوق بشر که توسط نظامیان، سپاه پاسداران، نهادهای زیر وابسته به دفتر آیت الله خامنه ای صورت می گرفت، نهاد ریاست جمهوری خاموش بود. روی کار آمدن دولت جدید در ایران، امیدها به بهبود وضعیت اقتصادی ایران افزایش یافته است. حسن روحانی رئیس جمهور اسلامی ایران روز سه‌شنبه 19 شهریور ماه چالش‌های بزرگ اقتصادی کشور را که دولتش با آنها روبروست با مردم در میان گذاشت. او از اصطلاح رکود تورمی برای وضعیت اقتصادی ایران استفاده کرد. در گفتگو با دکتر جمشید اسدی، استاد اقتصاد از پاریس، به این موضوع پرداختیم و از ایشان پرسیدیم. بانک مرکزی ایران گزارش داده که در مرداد ماه نرخ تورم به 39% رسیده که این نسبت به سال قبل 15.5% افزایش نشان می‌دهد و نرخ رشد اقتصادی کشور در سال 91 منفی بوده است. به نظر شما مهمترین علل افزایش تورم و رشد منفی اقتصادی در ایران چیست؟ با درود، اینها همه پیامدهای سیاست‌های نادرست اقتصادی آقای احمدی نژاد است. تازه در بعضی موارد نرخ تورم از آن چه فرموده اید بالاتر است. مثلا در زمینه مسکن ما نرخ تورم 50-60% داریم، هم برای بعضی از خانه ها هم برای مصالح ساختمانی. وقتی صحبت مثلا از نرخ 40% می شود، یک میانگینی رو در نظر می گیرن. در بعضی از موارد نرخ تورم و نرخ گرانی واقعا بسیار بالاتر از این است. علت بی‌انضباطی اقتصادی آقای احمدی نژاد بود. مثلا عرض بکنم خدمتون، برای همین مسکن مهر
اینها یک تقریبا چاپ پول کردن، تحقیقا چاپ پول کردن، حتی بنابر گزارش های رسمی که روز به روز بیشتر الان منتشر می شود، و اینها وادار کردن بانک ها رو به وام بی اعتبار دادن، یعنی خلق پول بدون پشتوانه کردن. وقتی که حجم پول به نسبت تولید افزایش پیدا بکنه، یعنی میدونید ما باید به اندازه ارزش تولید شده پول داشته باشیم. حالا اگر پول، خب دولت هست دیگه، میتونه پول چاپ بکنه، میتونه وام بیپایه بگیره، همه اینها باعث میشه که حجم اون پول به مراتب بالاتر از ارزش تولیدی باشه در یک کشور. این باعث تورم میشه. تازه شوربختانه باید عرض بکنم که ما بیشتر از این هم شاهد افزایش قیمت‌ها خواهیم بود، مگر یک اقدامات بسیار کوبنده و درمانی حاد از توسط دولت آقای روحانی صورت بگیره. دولت جدید گفته یکی از اولویت‌های او کنترل وضعیت نامطلوب اقتصادی در کوتاه مدت است. تیم اقتصادی آقای روحانی چه گزینه‌هایی برای تحقق این هدف پیش رو دارد؟ ببینید، با نگاهی به تیم اقتصادی آقای روحانی میتوان گفت که این تیم توانش آن دارد که به بسیاری از مشکلات اقتصادی برخورد درست و بهینه بکند. این تیم قابل مقایسه با تیمی که در دوران آقای احمدی نژاد زمامدار و بلکه خرابکار امور اقتصادی کشور بود نیست. آنچه که باعث نگرانی یا دست کم پرسش من است این است که آیا این تیم که توانش کار درمانی دارد، آیا خواست و اراده سیاسی این کار را هم دارد یا نه؟ این مهمترین سواله. این تیم باید بتواند این قدرت را داشته باشد که به مردم بگوید ریخت و پاش‌های آقای احمدی نژاد زهر مهلک بوده است برای اقتصاد و روز به روز اقتصاد رو بیشتر خراب خواهد کرد و ما این کار رو متوقف میکنیم، از مسکن مهر گرفته تا یارانه ها دادن. مردم هم باید بدونن که آنچه که آقای احمدی نژاد کرد یک روز دو روز خوشحالی پول نقد در دست بود، خودشون متوجه شدن که گرانی بعد از آن به مراتب از اون پول نقد دستشون بیشتر بود. این دولت آقای روحانی باید شهامت داشته باشد، به ویژه امروز که از یک محبوبیتی برخوردار است، به مردم توضیح بدهد و واقعا این کار را انجام بدهد. کار دیگری که دولت آقای روحانی باید شهامت آن را داشته باشد، مقابله با راندخاران و انحصارگران در اقتصاد کشوره. مادامی که اینها در اقتصاد کشور فرادست هستند، خب اقتصاد ما رشد نمی کنه، چون کارها و سیاستهای اقتصادی انحصارگران و راندخاران توجیه اقتصادی نداره. در این زمینه هم اگر آقای روحانی کمی شیردلی داشته باشند، می توانند موفق بشوند، دست کم بدین دلیل که یکی از دلایل تشدید تحریم ها در شرایط کنونی علیه کشور ما این است که اقتصاد به طور کلی دست سپاه پاسداران و نیروهای انتظامیه، و چون تحریم ها به شدت متوجه نیروهای انتظامی در ارتباط با پرونده هسته ایست، خب هر فعالیتی هم که آقایان درگیرش هستن دچار تحریم میشه، در حالی که بسیاری از تحریم های امروز اگر در دست بخش خصوصی و جامعه مدنی بود با این دشواری کم بودی که امروز مواجه هستیم مواجه نبودیم. مورد سوم هم که آقای روحانی باید شیردلی نشان بدهند در مورد پرونده هسته‌ای است، و اینکه واقعا به تعبیر یکی از بزرگان ایران مقیم خارج از کشور، نه جام زهر بلکه جام شهد که شیرین باشه به کام ایران و ایرانی رو بنوشند، و در مورد پرونده هسته‌ای به توافق‌های قابل تأمل با جامعه جهانی دست پیدا کنند. پس شرط پیروزی در برابر مشکلات اقتصادی شیردلی است برای توضیح دادن مسائل به مردم، شیردلی برای مقابله
با انحصارگران و راندخاران شیردلی برای یافتن موافقتی با جامعه جهانی در مورد پرونده هسته‌ای است. به غیر از این شیردلی ها در این 30 مورد من امکان موفقیت اقتصادی و رونق اقتصادی نمی بینم. بسیاری بر این باورند که دولت آقای روحانی برای رونق بخشیدن به اقتصاد کشور باید همزمان به فکر راه حلی برای بحران هسته‌ای و رفع تحریم‌ها باشد، وگرنه تلاش‌های تیم اقتصادی بی‌ثمر خواهد بود. به نظر شما آیا چشم‌انداز روشنی برای حل بحران هسته‌ای در کوتاه مدت وجود دارد؟ ببینید، شرایط هر چه باشد از زمان دوره آقای احمدی نژاد بهتر خواهد شد، اما اینکه این آیا کافی است پرسش اصلی اینجاست. روشن است که کسی امروز رئیس جمهور ایران است که از تنش افکنی لذت نمی برد و کار دیگه برای خودش قائل است تا تنش افکنی و متلک گفتن بی خود و بی جهت به کشورهای دنیا و هزینه‌ای که ایجاد می شود برای کشور. اما اینکه آقای روحانی واقعا آنچه را که جامعه جهانی به انتظارش هست انجام بدهد، خب بعضی وقتا از فرمایشات که ایشون میکنن نگران میشویم، بعضی وقتا خب امیدواریم که واقعا با روحیه تعامل برن. همین چند روز پیش بود که میگفتند منظور ما از تعامل دوستی نیست، تعامل نه دوستی است نه دشمنی. خب این چه گفتنی دارد یک همچین حرفی؟ و این با صحبتهای اول که ما با جامعه جهانی وارد مناسبات نیکو میشویم، خب باید مناسبات نکو دوست وارد مناسبات نکو می شود. چه شده است که امروز ایشون صحبت از این می کنن که نه ما چندانم فکر دوست شدن نیستیم ولی خب دشمنم نیستیم؟ خب این حرفا نگران کننده است، برای اینکه من این گمانو می برم و نگران می شوم که اینو زیر فشار محافل سرسخت می گوین و من اینو یاد حرف این اندازد زمانی که صحبت از این شد که دست کم ما با مردم اسرائیل دوست هستیم و اگر مخالفتی هست با سیاست‌های دولت هست، بلافاصله سرسختان شروع به انتقاد و بلند کردن صدا کردن که خیر ما مردم اسرائیل هم دوست نیستیم. این چه حالتی است که با مردم یک کشوری با مردم کسی دوست نباشد؟ خب این حرفا میتواند نگران کننده باشد، اما امیدوارم که این صحبت‌ها رو در شرایط خاصی کردن و واقعاً در پی برآوردن انتظارات و درخواست‌های جامعه جهانی از کشور ما در مورد مسئله اتمی باشه. یکی از مشکلات اساسی در ساختار اقتصادی ایران وضعیت بیکاری و عدم اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاهی است. با توجه به اینکه ایجاد اشتغال در سایه رونق اقتصادی ممکن است، به نظر شما آیا دستورالعمل‌ها و راه‌حل‌های کوتاه مدت در شرایطی که اقتصاد ایران از انزوای بین‌المللی و فشار تحریم‌ها رنج می‌برد می‌تواند کارساز باشد؟ نه خیر، ببینید واقعا نباید دنبال این کارا رفت. کارهای کوتاه مدت یعنی چه؟ یعنی مثلا وام‌هایی که آقای احمدی نژاد می‌دادن، وام زود بازده. وام زود بازده چه بود؟ در بهترین حالت، چون بدترین حالت هم داشتیم، کسایی که این وامو با توجه به روابط خودشون میگرفتن و یا در جیب میذاشتن به خارج میفرستادن یا کارهای دیگه میکردن و بعدم میگفتن ورشکست شدید. اما در بهترین حالت یک عده این وامهای سود بازده رو میگرفتن و وقتی میگرفتن از اون به بعد دیگه جز بیکار شمرده نمیشدن. ولی خب معلوم نبود شرکت اینا به راه بیفتد، کار بکند، اینها بتونن کم کم نه تنها وام خودشون رو پس بدن بلکه سود و درآمدی هم داشته باشن، اینا مشخص نبود. نخیر، کارها باید ساختاری باشد. این کارهای کوتاه مدت رو باید به مردم توضیح داد که بیفایده است. باید کار ساختاری کرد، باید اقتصاد کشور راه بیفتد، باید تولید بالا برود تا این کار درست بشه. ببینید، ما وقتی که با مشکل بیکاری برخورد میکنیم دو نگاه کمی و کیفی میتوانیم داشته باشیم. نگاه کیفی نرخ بیکاری است در کشور. زمان آقای احمدی نژاد تا 12% رو پذیرفته بودن، ولی خب مبلغ از این بالاتر است. ما گرفتی کیفی هم داریم. در زمان اقتصاد دانش بنیاد این تحول بزرگی است در اقتصاد شده است. اقتصاد دیگه مثل گذشته نیست که متکی باشد
به نیرو. البته نیرو و انرژی هم لازم است، اما این اقتصاد اقتصاد دانش بنیاده. خب در زمان اقتصاد دانش بنیاد از بزرگترین شمار بیکاران در کشور ما دانش آموختگان هستند. این تحلیل کیفی نشان می‌دهد که به چه فلاکتی اقتصاد ما افتاده است. خب اینها رو که با کار کوتاه مدت نمیشه پاسخ داد، باید کارهای ساختاری کرد. من میخوام پیش از این فرصتی که رسانه شما با مهر در اختیار من گذاشته است استفاده بکنم و پیشنهاد یک کار انقلابی با آقای روحانی بکنم، و آن دعوت کردن از کارآفرینان بزرگ ایرانی است که به ایران بازگردند، از اونها پوزش خواسته شود و کارخانه هات که مصادره کردن از این بزرگان کشورساز با آنها بازگردانده شود، و از اونها همین که برگردن به سر کارخانه های خودشون یک تحول عظیمی در کشور صورت خواهد کرد. من صمیمانه به آقای روحانی همچین پیشنهادی دارم. میدونید این کارآفرینان در مجموع حدود 30 نفر هستند. 30 گروه صنعتی بزرگ بدین طریق مصادره شد در زمان انقلاب. خب اگر این کار آقای روحانی بکنند دو فایده دارد. اولا کارآفرینان کارآزموده افزایش تولید به کشور باز خواهند گرد. دوم یک تکانه روانی عظیمی است برای سرمایه گذار درون مرز و برون مرز، برای نشان دادن فضای کسب و کاری در کشور که امیدوارم هر چه بیشتر بهتر شود. این نشانه می تواند باشد برای سمت گیری اقتصاد ایران به سوی بهتر شدن.